خریدهایی که قطعی شده. 13 انتقال اروپایی. سلام به همه دیوکت‌های عزیز. خوش اومدین به کانال دیوکت. این 55مین قسمت از خبر امروزه. امیدوارم دوست داشته باشین و اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین برامون کامنت بذارید. هنوز به تابستان و فصل نقل و انتقالات نرسیده ایم، ولی میتوان گفت که تا اینجا انتقال 13 بازیکن به تیم بعدیشان تقریبا قطعی شده. اندریک، رئال مادرید او را در 15 دسامبر 2022 با مبلغ 45 میلیون یورو به خدمت گرفت و او زمانی که به 18 سالگی برسد بخشی از باشگاه مادریدی خواهد بود. اندریک برای فصل 2024-25 در دسترس است. مارتن وندورد، لایپزیگ مارتن وندورد دروازه‌بان بلژیکی را برای 5 فصل به خدمت گرفته است. لوکاس برگوال، این هافبک تا سال 2029 متعهد شده که برای تاتنهام بازی کند. آلوارو ژالو، او در تابستان با 15 میلیون یورو به علاوه 5.5 میلیون یورو متغیر از اسپورتینگ براگا به بیلبائو خواهد رفت. ایگور تییاگو، برنتفورد از جذب ایگور تییاگو از کلوب بروژ با قراردادی 5 ساله به مبلغ 30 میلیون یورو خبر داده. این بازیکن 22 ساله تا پایان فصل در باشگاه بلژیکی باقی خواهد ماند و در تاریخ 1 جولای به زنبورها ملحق خواهد شد. کامیل گرابارا، وولفسبورگ پس از تایید جدایی کوئن کاستیلز، جذب کامیل گرابارا دروازه‌بان لهستانی دروازه خود را تقویت کرد. جذب او حدود 13.5 میلیون یورو هزینه داشت. عمر خضر، استون ویلا امضای قرارداد با این جوان 17 ساله مصری را رسمی کرده. نستور ایرانکندا، باشگاه بایرن مونیخ با نستور ایرانکندا مهاجم استرالیایی قرارداد امضا کرد. بازیکن 17 ساله در تاریخ 1 جولای 2024 از آدلاید یونایتد خواهد آمد و قراردادی طولانی مدت امضا خواهد کرد. ابراهیم عثمان، برایتون یک وینگر چپ جدید برای فصل بعد به خدمت خواهد گرفت. عثمان در ازای تقریبا 20 میلیون یورو. داوید فراتسی، هافبک جوان امسال به صورت قرضی در اینتر حضور داشته و فصل آینده در ازای 27 میلیون یورو به تیم اینتر خواهد پیوست. لوئیس سینیسترا، فصل آینده بورنموث باید 24.4 میلیون برای جذب بازیکن کلمبیایی هزینه کند. چارلز آگوستوس، در فصل 2023-24 او به صورت قرضی به اینتر رفت و در صورت برآورده شدن چندین شرط باشگاه ایتالیایی ملزم به خرید خواهد بود. قیمت خرید 13 میلیون یورو است. مایک ترزر، وینگر چپ متولد آنتورپ بلژیک در این فصل از پیراهن برنلی دفاع کرده. برنلی فصل آینده برای خرید این بازیکن باید 18 میلیون یورو بپردازد. عربستان رونالدو را نقره داغ می کند. رسانه های سعودی از احتمال محرومیت دو جلسه‌ای و جریمه مالی هنگفت رونالدو به خاطر ضربه مشت او به علی البولیهی خبر دادند. دو جلسه محرومیت و جریمه مالی کلان تصمیمی است که عربستان برای جریمه کردن رونالدو بعد از اخراج مستقیم او در نیمه نهایی سوپرجام عربستان مقابل الهلال در نظر گرفته. بر اساس آنچه داور بازی در گزارش خود قید کرده، این حداقل جریمه برای فوق ستاره پرتغالی خواهد بود. هرچند هنوز هیچ چیز قطعی نیست. النصر دیروز مدارک لازم در مورد تجدید نظر برای کارت قرمز رونالدو را به کمیته انضباطی ارائه کرد و قرار است در این مورد بحث شود. به این ترتیب تا یک شنبه هیچ چیز رسمی وجود ندارد. مدافع ملی پوش الهلال اقدامات جنجالی خود را تکرار کرد. کسی که استاد برهم زدن کنترل و اعصاب ستاره‌های بزرگ است. در واقع بولیهی در جنگ‌های روانی درون میدان تبحر دارد و این را در بازی‌های ملی با عربستان و برابر مهاجمان بزرگ نیز نشان داده است. خدا حافظ لاتسیو، یک یورو دیگر هم نمی‌خواهم. پس از شعارهای تند هواداران لاتسیو در بازی دیشب، لوئیس آلبرتو گفت دیگر در این باشگاه ادامه نخواهد داد. پس از پایان بازی، لوئیس آلبرتو از این اتفاق ابراز ناامیدی کرد و با اظهارات غیرمنتظره‌ای از تمایل خود به جدایی با وجود داشتن قرارداد تا سال 2027 خبر داد. لورکوزن امروز چگونه قهرمان آلمان می‌شود؟ سالها انتظار لورکوزن می‌تواند همین امشب به پایان برسد. تیمی همیشه ناکام با لقب لورکوزن امسال با ژابی به همه تلسم‌ها پایان داده است. اگر بایرن و اشتوتگارت امروز شکست بخورند یا فردا لورکوزن بتواند وردر برمن را شکست دهد، مردان ژابی قهرمان لیگ خواهند شد که یک اتفاق تاریخی خواهد بود. روز موعودی که بایر لورکوزن 119 سال منتظر آن بود فرا رسیده. بایر امروز میتواند بدون بازی و حضور در زمین اولین بوندسلیگای تاریخ خود را برنده شود و این به خودش هم وابسته نیست.
آنها به شکست دو تیم پایین تر از خود در جدول یعنی بایرن و اشتوتگارت نیاز دارند. مونیخی ها در ساعت 17 میزبان کلن هستند و اشتوتگارت در خانه برابر آینتراخت فرانکفورت در ساعت 20 بازی می کند. ولی قهرمانی لورکوزن موضوع زمان است. با 6 بازی باقی مانده با 16 امتیاز جلوتر از بایرن و اشتوتگارت همه چیز در دستان ژابی و شاگردانش است. با این حال سناریوی خواندن سرود قهرمانی پای تلویزیون ژابی آلونسو را قانع نمی کند. ما نمی خواهیم زیاد به احتمالات فکر کنیم. ما برای بازی مقابل وردر برمن به طور معمول آماده خواهیم شد. این یک شگفتی بزرگ خواهد بود اگر هم بایرن ببازد و هم اشتوتگارت و معمولاً این اتفاق نمی افتد. اینکه بایرن و اشتوتگارت ببازند تنها گزینه ای است که لورکوزن را بدون بازی قهرمان خواهد کرد. اما اگر بایرن فردا در خانه خود وردر برمن را شکست دهد بدون اینکه به نتایج تیمی دیگر نگاه کند جام را کسب خواهد کرد. همچنین اگر امروز بایرن و اشتوتگارت به تساوی برسند برای لورکوزن مقابل وردر برمن فقط یک امتیاز کافی خواهد بود. با این حال آلونسو که سه قهرمانی بوندسلیگا را به عنوان بازیکن با بایرن به دست آورده کاری به حساب کتاب ندارد. البته این یک مسابقه ویژه است، اما خوشبختانه این تنها شانس قهرمانی برای ما نیست. ما با تمام وجود به بازی فردا خواهیم رفت و با نهایت احترام به تیم مقابل سه امتیاز را می‌خواهیم. ما در خانه بازی می‌کنیم و می‌خواهیم از اولین شانس قهرمانی خود نهایت استفاده را ببریم. لورکوزن نه تنها بوندسلیگا که می‌تواند یک سگانه تاریخی را ثبت کند، لیگ جام حذفی و لیگ اروپا. منچستر سیتی برای جدایی دیبروینه آماده می شود. گفته می شود منچستر سیتی در حال آمادگی برای جدایی کوین دیبروینه است. طبق خبری که وبسایت اتلتیک منتشر کرده، منچستر سیتی در حال آماده سازی یک طرح برای جایگزینی کوین دیبروینه با توجه به علاقه شدید تیم‌های عربستانی به این هافبک است. تابستان گذشته ستاره بلژیکی پیشنهادات بسیاری از باشگاه‌های عربستانی را رد کرد. اما مدیر ورزشی لیگ عربستان در سال‌های رابطه خوبی با ستاره بلژیکی داشت، زیرا او در سال 2012 به چلسی کمک کرد تا این بازیکن را به خدمت بگیرد. این مدیر ورزشی اکنون با حضور در بازار نقل و انتقالات قصد دارد یک بار دیگر این بازیکن را برای یکی از باشگاه‌های عربستانی بخرد. در حال حاضر هیچ باشگاه بزرگ عربستانی مقصد احتمالی ستاره سیتی نیست. بر اساس گزارش اتلتیک، باشگاه القادسیه عربستان که متعلق به آرامکو است، علاقه‌مند است دیبروینه را به خدمت بگیرد. اما باشگاه‌های الهلال، النصر، الاهلی و الاتحاد مقاصد مناسب‌تری برای ستاره بلژیکی هستند که هنوز هیچ کدام حرکت بزرگی برای جذب او از خود نشان ندادند. اینتر کوتاه نمی‌آید. پیشنهاد مجدد به ستاره یونایتد. مدیران اینتر قصد دارند بار دیگر برای جذب آرون ون بیساکا ستاره یونایتد تلاش کنند. دیلی میل خبر داده مدیران این باشگاه قصد دارند بار دیگر در پنجره نقل و انتقالات تابستان پیش رو برای جذب او تلاش کنند و احتمالاً این بار موفق خواهند شد. منابع نزدیک به منچستر یونایتد پیش از این مدعی شده بودند که آنها به دنبال فروش این بازیکن در تابستان هستند و اینتر امیدوار است که بتواند او را با قیمتی پایین‌تر به سانسیرو منتقل کند. تعجب غول‌های اروپا، قیمت ستاره یونایتد بالاست. چند باشگاه بزرگ اروپایی که به دنبال جذب میسون گرین‌وود ستاره منچستر یونایتد بودند از قیمت بالای او متعجب شدند. ESPN مدعی شده است که آنها قصد دارند این ستاره انگلیسی را با مبلغی در حدود 45 میلیون یورو به فروش برسانند که از سوی بسیاری از باشگاه‌های بزرگ اروپایی بسیار زیاد و غیر واقعی توصیف شده. گفته می‌شود که یوونتوس هم یکی دیگر از باشگاه‌هایی است که شرایط گرین‌وود را زیر نظر دارد، اما در صورتی که یونایتد مبلغ مد نظرش را کاهش ندهد، شاید در زمینه فروش او با مشکلات بسیاری مواجه شود. جرایم مالی سنگین نایکی در انتظار بارسا. طبق قرارداد بین نایکی و بارسلونا، یک فصل بدون جام برای بارسلونا تبعات مالی سنگینی خواهد داشت. لاپورتا اخیراً ادعا کرد به نایکی برای فسخ قرارداد اطلاع داده، اما واقعیت این است که قرارداد دو طرف حداقل تا 2026 معتبر است. بارسا می‌خواهد با پوما همکاری جدیدی را آغاز کند که سود مالی بیشتری خواهد داشت، اما فسخ با نایکی غرامت سنگینی دارد. اسپورت امروز نوشت یکی از نکات
نکات جالب قرارداد بارسا و نایکی جریمه شدن بارسا در صورت محقق نشدن اهداف ورزشی است. اگر تیم اول بارسا در مسابقاتی که در آن شرکت می‌کند به حداقل اهداف خود دست نیابد، از سوی نایکی جریمه اقتصادی اعمال می‌شود که قابل توجه است. 1. اگر بارسا در طول مدت قرارداد با نایکی هر فصل قهرمان لیگ نشود، 5% از دریافت فصل بعد کسر می شود. 2. اگر بارسا به نیمه نهایی لیگ قهرمانان یا مسابقات مشابه اروپایی راه پیدا نکند، در فصل بعد 10% جریمه اعمال می شود. 3. اگر بارسا سهمیه حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا را کسب نکند، جریمه آن 30% خواهد بود. 4. اگر بارسا واجد شرایط شرکت در هیچ رقابت اروپایی نباشد، 60% جریمه اعمال می شود. اگر جمع‌بندی کنیم، در سالهای اخیر بارسا به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا نرسیده و فقط یک بار قهرمان لیگ شده. به این ترتیب جریمه‌ای که اعمال شده قابل توجه بوده. بارسا فصل جاری در لالیگا دوم است و شانس بالایی برای قهرمانی ندارد، ولی در لیگ قهرمانان یک قدم تا نیمه نهایی فاصله دارد. برخورد جدی یوفا، محرومیت سنگین برای بارسا. این احتمال وجود دارد که یوفا هواداران بارسلونا را از حضور در بازی خارج از خانه نیمه نهایی لیگ قهرمانان محروم کند. بارسلونا هفته گذشته در دیدار رفت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه پارک دو پرنس مهمان پاریس سن ژرمن بود و با نتیجه 3-2 برابر این تیم به پیروزی رسید تا شرایط خوبی را در بازی برگشت داشته باشد. اتفاق عجیبی که در جریان این بازی رخ داد این بود که 2 نفر از هواداران بارسلونا که برای تماشای این دیدار راهی پاریس شده بودند، از حرکتی معروف به سلام نازی روی سکوها استفاده کردند و تصویر آنها توسط دوربین‌ها ضبط شده و همین باعث شد که به راحتی شناسایی شوند. پلیس بلافاصله پس از شناسایی این افراد دست به کار شد و آنها را بازداشت کرد و اتحادیه اروپا هم تصمیم گرفت که یک پرونده انضباطی در این زمینه باز کند تا اتفاقی که رخ داد را مورد بررسی قرار دهد و شاید حتی برخوردی جدی هم با باشگاه بارسلونا داشته باشد. روزنامه فرانسوی اکیپ مدعی شده که یوفا به هیچ وجه در زمینه چنین اتفاقاتی کوتاه نمی‌آید و حتی این احتمال وجود دارد که در صورت صعود بارسا به مرحله نیمه نهایی، هواداران این تیم از حضور در بازی خارج از خانه تیمشان محروم شوند. تصمیم نهایی مودریچ، اسطوره جواب می‌دهد. لوکا مودریچ تا کمتر از 2 ماه دیگر در مورد تمدید قرارداد یا وداع با رئال مادرید تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد. اخیراً تکلیف آینده تونی کروس در رئال مشخص شد. ستاره آلمانی هرچند هنوز رسماً چیزی اعلام نکرده، ولی طبق ادعای منابع معتبر قراردادش را 1 سال دیگر تمدید می‌کند و خبری از بازنشستگی او نیست. خیال رئال بابت یکی از اسطوره‌هایش راحت شده و حالا منتظر تصمیم نهایی لوکا مودریچ است. اخیراً رئیس دینامو زاگرب در اقدامی جالب آگهی انتقال مودریچ به این تیم را در نشریه مارکا رزرو کرد، ولی واقعیت این است که ستاره کروات هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته. امروز آیس نوشت که مودریچ همه چیز را به پایان فصل موکول کرده و قبل از آن چیزی مشخص نمی شود. مودریچ بعد از نیمکت نشینی و عدم حضور در بازی رفت برابر لایپزیگ در 8 بازی متوالی رئال به میدان رفته. او امشب نیز قرار است برابر مایورکا فیکس باشد. غیر از 2 بازی برابر بیلبائو که کمتر از 10 دقیقه در میدان بود، در دیگر بازی‌ها او همواره حداقل 30 دقیقه بازی کرده. مودریچ 18 بار به عنوان یار تعویضی به زمین رفته و 10 بار مستقیما جانشین کروس شده. در 1643 دقیقه بازی، لوکا 2 گل زده و 6 پاس گل داده و رئال مادرید مشتاق تمدید با او است، ولی همه چیز را به خود بازیکن واگذار کرده. افسانه شماره 10 رئال میتواند با یک امضای دیگر روی برگه تمدید ادامه یابد. همچنین ممکن است در پایان فصل شاهد یک وداع باشکوه ولی دراماتیک باشیم. مودریچ کدام را انتخاب می‌کند؟ فخر فروشی ژاوی، دیدی چطور امباپه را محو کردیم؟ ژاوی گفت که برنامه‌های او برای خونسا کردن کیلیان امباپه جواب داد و از نقش 4 بازیکن در این مهم ستایش کرد. ژاوی که در نشست خبری بازی با کادیز شرکت کرده بود، با سوالی در مورد نحوه مهار امباپه مواجه شد و گفت: در ابتدا باید از ژول کنده قدردانی کنم و باید بگویم از بازی او بسیار به وجد آمدم. او ویژگی‌های مثبت زیادی دارد، ولی مهار امباپه نتیجه یک کار تیمی بود. کنده نقش اول را داشت و رونالد آراوخو
سرخیو روبرتو و حتی لامین یامال در این امر مشارکت خوبی داشتند. همه دیدند که ما چطور امباپه را در زمین کنترل کردیم. ژاوی در مورد احتمال جدایی آروخو نیز گفت: من رونالد را فصل بعد در تیمی غیر از بارسا نمی‌بینم. 100% مطمئنم باشگاه او را حفظ خواهد کرد. زبان ابداعی بلینگهام. اسپانگلیشی حرف می‌زنیم. جود بلینگهام ستاره رئال مادرید می‌گوید زبان خاصی برای ارتباط با هم‌تیمی‌هایش ابداع کرده. بلینگهام در پاسخ به این سوال که با چه زبانی با هم‌تیمی‌هایش ارتباط برقرار می‌کند، به سایت رسمی رئال مادرید گفت: ترکیبی از زبان اسپانیایی و انگلیسی که به آن اسپانگلیشی می‌گوییم و کمی هم فرانسوی عجیب. من فکر می‌کنم که ما گاهی بعضی از کلمات را از خودمان در می‌آوریم. تماشای بازیکنانی که سعی دارند به زبان انگلیسی صحبت کنند جالب است. به خاطر دعوای مسی، اینتر میامی جریمه شد. درگیری لیونل مسی، ستاره آرژانتینی، با اعضای کادر فنی مونتری باعث شد که اینتر میامی با جریمه نقدی روبرو شود. مسی در جریان دیدار رفت از مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های کنکاکاف چمپیونز کاپ در ترکیب اینتر میامی برابر مونتری حضور نداشت، اما پس از پایان بازی در درگیری به وجود آمده با کادر فنی این تیم نقش مؤثر و فعالی داشت که از چشم خبرنگاران دور نماند. برخوردی که او خصوصاً با یکی از مربیان مونتری داشت باعث شد که او به شدت از رفتار این ستاره آرژانتینی تعجب کند و حتی گفتگویی از او منتشر شد که در آن مسی را کوتولی تسخیر شده با صورت شیطانی توصیف کرده بود، هرچند که پس از آن به خاطر این اظهارات عذرخواهی کرد. باشگاه مکزیکی مونتری شکایتی را علیه اینتر میامی به دلیل همین اتفاقات تنظیم کرده بود و حالا رأی نهایی در این زمینه اعلام شده که این باشگاه آمریکایی را به پرداخت جریمه نقدی به دلیل درگیری‌های پس از این بازی محکوم کرده است. هشدار گواردیولا: سخت‌تر از این فصل نداشتم. پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی میگوید این فصل در واقع سخت‌ترین فصل ممکن برای او بوده. تقویم فشرده بازی‌های سیتی در چند هفته پیش رو با توجه به دیدارهای دشواری که در لیگ برتر و همچنین لیگ قهرمانان اروپا برابر رئال مادرید در پیش دارد، شرایط را برای این تیم سخت و سخت‌تر کرده و آنها در تلاش هستند که بتوانند در اوج بمانند. گواردیولا در گفتگو با خبرنگاران درباره این تجربه اظهار داشت: ما می‌دانیم که در حال تلاش برای چه کاری هستیم و برای چه بازی می‌کنیم. آنها می‌دانند که این فصل به دلایل متفاوتی تا چه حد دشوار بوده. مطمئناً این سخت‌ترین فصلی است که تا به حال با آن روبرو شده‌ایم. شرط ستاره چلسی برای جدایی، تیم درجه 1. کانر گلگر، ستاره جوان چلسی، به مدیران این باشگاه اعلام کرده که در صورتی حاضر به جدایی است که به تیمی در لیگ برتر فروخته شود. ادعای عجیب نیمار: بقیه تلاش کردند، من جام گرفتم. نیمار، ستاره برزیلی الهلال، ادعای جالب و عجیبی را پس از قهرمانی این تیم در سوپر جام عربستان مطرح کرد. نیمار با انتشار ویدیویی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش درباره این قهرمانی گفت: درست مثل دوران مدرسه، گروه شما کار می‌کنند و جام نصیب شما می‌شود. تا به این شکل به موفقیت الهلال در غیاب خودش اشاره کرده باشد. تنه آرتتا به بایرن: داور درست پنالتی نگرفت. میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، معتقد است که تصمیم داور برای اعلام نکردن ضربه پنالتی به سود بایرن مونیخ روی اشتباه گابریل درست بود. آرتتا با تایید اظهارات داور در این باره به خبرنگاران گفت: بله، من متوجه این صحنه شدم، خصوصا پس از اینکه واکنش خاصی از سوی بازیکنان بایرن دیدم. فکر می‌کنم داور قانون را به کار گرفت. قانون می‌گوید باید عقل و منطق را به کار بگیرید تا مشخص شود که آیا خطا سودی برای بازیکن و تیم داشته است یا خیر، که در این صحنه نداشت. چه بلایی بر سر ستاره مد نظر رئال آمده. شرایط بعد آلفونسو دیویس در بازی با آرسنال تعجب همه را به همراه داشت. مدافع چپ بایرن مونیخ پس از بازی در مرحله 1/4 نهایی مقابل آرسنال مورد انتقاد بیلد، رسانه مشهور آلمانی، قرار گرفت. در دیداری که بوکایو ساکا باعث شد فوتبالیست مورد نظر رئال مادرید رنج بکشد. بیلد نوشت: همه تعجب می‌کنند که دیویس چه مشکلی دارد، حتی رقبای او. این بازیکن کانادایی نسبتاً بی‌تفاوت به نظر می‌رسید و به سختی در زمین حسی از خودش نشان می‌داد. مکس ابرل، مدیر ورزشی، نیز در مورد افت دیویس گفت: فونزی ابتدا با ساکا مشکل داشت، اما سایر مدافعان هم مشکل داشتند. در نیمه دوم فونزی بهتر عمل کرد،
واقعا نباید این اتفاق بیفتد. من نمیتوانم بگویم که چرا چند هفته گذشته او چندان خوب نبوده است. جواب پسرم را چه بدهم؟ فیلیپ لام در یادداشتی بلند از قطع همکاری فدراسیون آلمان با آدیداس انتقاد کرد. به خاطر اینکه زمان ویدیو زیاد نشه، ادامه این ویدیو رو در کانال دیفکت نیوز میتونید ببینید. لینکش این بالا میاد. خب بریم سراغ بازی‌های امروز و این هم نتایج بازی‌های دیروز. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید.